خب دوستان سلام مجدد، خسته نباشید، امیدوارم خوب استراحت کرده باشید. در ادامه قراره که با اولین فصل از هندسه 12 در خدمتتون باشیم، مبحث ماتریس ها که گفتم در کل هندسه 12 توی کنکور 7 سوال رو به خودش اختصاص میده. کل هندسه 12 خیلی ساده است، چالش خاصی باهاش ندارید. بریم سراغ درسمون ببینیم به چه صورتیه. تعریف: هر آرایش مستطیلی از اعداد حقیقی، شامل تعدادی سطر و ستون یک ماتریس نامیده می شود. یعنی ما اگر اعداد حقیقی رو در یک آرایش منظم موسوم به سطر و ستون کنار هم قرار بدیم، حاصل رو بهش میگیم یک ماتریس. حالا دقت کنید، هر عدد حقیقی واقع در هر ماتریس درایه یا عنصر نام دارد. ماتریس ها هم عموماً با حروف بزرگ نامگذاری میکنیم. بریم ببینیم یه ماتریس چه شکلیه. صفحه بعد رو نشون بدید. ببینید بچه، ما الان اینجا یه مستطیل داریم که این مستطیل ما توش یه سری عدد حقیقی قرار گرفته. اینجا هم یک مستطیل داریم که اینجا در حالت خاص مستطیلمون تبدیل شده به مربع. پایین این نوشتم 3 ضرب در 2. یعنی چی؟ یعنی من 3 تا سطر دارم، 2 تا ستون دارم. پایین این نوشتم 3 ضرب در 3. یعنی من 3 تا سطر دارم، 3 تا هم ستون دارم. اینا میبینید که یک آرایش منظم از اعداد حقیقی هست. خب این ماتریس رو بهش میگیم 3 در 2. عدد 3 معرف تعداد سطر هاست و عدد 2 معرف تعداد ستون ها. من این رو بنویسم. پس من الان به این میگم سطر اول، به این میگم سطر دوم، به این میگم سطر سوم، بعد به این میگم ستون اول، به این میگم ستون دوم. درست شد؟ الان ماتریس من شد 3 در 2. گفتم 3 چی رو به من معرفی میکنه؟ تعداد سطرهای ماتریس رو. 2 چی رو به من معرفی میکنه؟ تعداد ستونهای ماتریس رو. حالا خوب گوش کنیم. پس الان ماتریس بعدیمون 3 در 3، یعنی 3 تا سطر داره، 3 تا هم ستون داره. به ماتریس هایی که تعداد سطر و ستونشون با هم مساوی باشه میگیم ماتریس های مربعی، چون مستطیلمون تبدیل به مربع میشه. حالا جلوتر راجع به ماتریس های مربعی مفصل صحبت میکنیم. توضیحمون رو نگاه کنید. در حالت کلی اگر ماتریسی مانند آ دارای ام سطر و ان ستون باشد، مینویسیم آ پایینش ام در ان و میخوانیم آ ماتریسی از مرتبه ام در ان است. برای هر درایه ماتریس و به منظور مشخص کردن جایگاه آن، 2 اندیس در نظر میگیریم که اندیس سمت چپ جای سطر و اندیس سمت راست جای ستون آن درایه را مشخص میکند. مثلا آ آی جی، یعنی درایه سطر آیوم ستون جیوم. یه نگاه بندازید، میخوام اینا رو توضیح بدم. از این یه عکس بگیرید، چون الان میخوام اینا رو این توضیحات رو میخوام پاک کنم. یه عکس ازش بگیرید سری. خوب دقت کن. این توضیح آخرم یعنی چی؟ من یه ماتریس آ دارم، میخوام ببینم جای عدد منفی 2 کجاست. میگم در سطر اول و ستون دومه. پس مینویسم درایه واقع در سطر 1. نگاه کن، اندیس سمت چپ جای سطر رو مشخص میکنه و اندیس سمت راست جای ستون رو. پس منفی 2 من در سطر 1 و ستون 2 قرار گرفته. مثلا
عدد چهار من در سطر سه و ستون یک قرار گرفته. سطر سه و ستون یک میشه عدد چهار. برای ماتریس B مثلا عدد هفت، اسم ماتریس Bه، درایش رو با B نشون میدم، در سطر دو و ستون دو قرار گرفته. عدد سه در سطر دو و ستون سه قرار گرفته. عدد منفی پنج در سطر سه و ستون دو قرار گرفته. پس منظور از AIJ یعنی درایه روی سطر آیوم و ستون جیوم ماتریس. یه نگاه بهش بندازید. صفحه بعد رو به من بدید. میخوام با یه تست شروع کنیم. در همین ابتدای چیزی تعریف کردیم، میخوام یه تست شروع کنیم. اگر در ماتریس A با مرتبه 3/4، یعنی ماتریسی که 3 تا سطر داره 4 تا ستون، من برای که مفهوم خوب براتون جا بیفته ماتریس A رو اینجوری مینویسم. سه تا سطر، چهار تا ستون. سطر یک، A1، A2، سطر دو اومدم، A3. درایه سطر یک، سطر دو، سطر سه. دوباره سطر یک، سطر یک، سطر یک، سطر دو، سطر دو، سطر دو و سطر سوم و تکرار همین موضوع. چهار تا ستون دارم. اینها همشون در ستون یک قرار دارن. اینها همشون در ستون دو قرار دارن. اینها همگی در ستون سه هستن. و اینها در ستون چهار. حالا گفته شما به جای هر درایه از این ضابطه استفاده کن. ضابطه چیه؟ اگر آی و جی با هم مساوی بودند، اندیساش صفر بذار. بریم ببینیم آی و جی کجاها با هم مساویه. اینجا آی و جی با هم مساویه، اینجا مساویه، اینجا مساویه. پس من به جای این ستا باید صفر بذارم تو ماتریسم. اگر آی از جی بزرگتر بود، آی کجا از جی بزرگتره؟ آی اینجا از جی بزرگتره، آی از جی بزرگتره، آی از جی بزرگتره، آی از جی بزرگتره. به جاش قرینه آی رو بذار. یعنی الان اینجا آی من دوه، باید به جاش منفی دو بذارم. اینجا سه، باید منفی سه بذارم. اینجا سه، باید منفی سه بذارم. و در نهایت وقتی آی از جی کوچکتره، یعنی اینا، باید به جاش جی بذارم. بریم ماتریس رو تشکیل بدیم. گفتیم آی و جی که مساوی هستن رو چی میذاریم؟ صفر میذاریم. پس این شد صفر. توی این درایه ها که من دارم دورشون رو خط میکشم، آی همشون از جی کوچیکتر شده، باید جی بذاریم. پس اینجا میذاریم دو، اینجا میذاریم سه، اینجا میذاریم چهار. توی پایینی هاشم آی از جی کوچیکتره، جی میذاریم. یعنی اینجا میذاریم چهار و اینجا میذاریم چهار و بعد اینجا رو هم سه میذاریم. اینجا آی و جی با هم مساوی هستند، پس باید به جای صفر بذارم. اینجا هم آی و جی با هم مساوی هستند، پس باید به جاش صفر قرار بدم. اینجا آی من از جی من بزرگتره، باید قرینه آی رو بذارم. منفی دو، منفی سه، منفی سه، منفی دو، منفی سه، منفی سه. خب من تونستم ماتریس رو تشکیل بدم، یعنی با درایه ها مشخصش کنم. آنگاه مجموع درایه های ماتریس A کدام است؟ جمع همه درایه ها رو میخوام. بریم جمع کنیم. جمع درایه های سطر یک شد عدد 9. جمع درایه های سطر دو شد عدد 5. جمع درایه های سطر سه شد عدد منفی 2.
یه نگاه تا اینجا بندازید. خب جمع درایه ها رو میخواد 9 و 5 14. 14 رو با منفی 2 جمع کنم میشه 12. جواب اولین تست میشه گزینه چند؟ 1. بریم تست دوم. ماتریس آ داریم 3 در 3. یعنی چی؟ یعنی 3 تا سطر داره، 3 تا ستون. در ابتدا ماتریس آ رو من مینویسم. درایه های سطر 1، درایه های سطر 2، درایه های سطر 3. این شد ماتریس آمون. عنصر عمومی رو اینجوری تعریف کرده، گفته به جای هر عنصر آی رو به توان جی برسون، جی رو به توان آی برسون، بعد با هم جمعشون کن. مثلا تو اولی آی به توان جی میشه 1 به توان 1، جی به توان آی میشه 1 به توان 1، جمعشون میشه 2. مثلا تو دومی آی به توان جی میشه 1 به توان 2، جی به توان آی میشه 2 به توان 1، جمعشون میشه چند؟ 3. تو بعدی آی به توان جی میشه 1 به توان 3، جی به توان آی میشه 3 به توان 1، جمعش میشه 4. تو سطر 2 2 به توان 1، 1 به توان 2، جمع 3. 2 به توان 2، 2 به توان 2، جمع 8. 2 به توان 3 میشه 8، 3 به توان 2 میشه 7، عذر میخوام 9، جمعش میشه 8 و 9 17. 3 به توان 1، 1 به توان 3، جمعشون میشه 4. 3 به توان 2 9، 2 به توان 3 8، جمع 17. 3 به توان 3 27، 3 به توان 3 27، جمع 54. ماتریس آ رو تشکیل دادیم. حالا سوال چی گفته؟ گفته حاصل این عبارت رو به دست بیار. بریم ببینیم این عبارت یعنی چی. سیگما در کتاب شما یک نماد دستوری جمع. پس من وقتی سیگما میبینم کنارش مینویسم جمع کن. اولین سوالی که برام پیش میاد اینه که چی رو جمع کنم. میرم تو دل سیگما میبینم نوشته ای کا دو. درایه های سطر کایوم و ستون دوم. سطر کایوم و ستون دوم خوبه. چرا؟ چون راجب ستون به من آدرس داده، گفته برو سراغ ستون دوم درایه ها رو جمع کن. اما سوال من اینه که در ستون دوم کدوم سطر ها باید با هم جمع بشن؟ آدرس داده، گفته کا 1 تا 3. یعنی شما از سطر اول شروع کن تا سطر سوم همه درایه هاشو جمع کن، اما فقط اونایی که تو ستون دو قرار گرفتن، از سطر 1 تا سطر 3. پس من باید چیا رو جمع کنم؟ 3 و 8 و 17 رو. جمعشون میشه 28. جواب تستم هم میشه گزینه 2. نگاه کنید لطفا. مرسی. صفحه بعد. تست بعدی رو میخوایم بررسی کنیم. ماتریس آمون یک ماتریس 8 در 8. 8 تا سطر داره، 8 تا ستون. گفته اگر آی و جی مخالف هم بودن به جاش بذار 1، اگر آی و جی مساوی بودن بذار 1 به روی آی 2 به اضافه جی. بعد گفته حاصل این رو پیدا کن. اول توضیح بدیم این یعنی چی. این نگفته دوبار جمع کن، گفته جمع کن.
میگم چی رو جمع کنم؟ گفته درایه های سطر آیوم ستون جیوم. تو قبلی خوبیش این بود حداقل آدرس یکی رو به هم داده بود، گفته بود برو سراغ ستون دو، اون یکی رو گذاشته بود خودم تشخیص بدم. تو این تست جفتش رو باید خودم تشخیص بدم، کدوم سطرها آی، کدوم سطرها نوشته آی یک تا هشت، یعنی از سطر یک تا سطر هشت، ماتریس هم هشت در هشته، یعنی هشت تا سطر داره، هشت تا ستون داره. خب پس وقتی میگه از سطر یک تا سطر هشت، یعنی جمع کن تمام سطرها رو، درایه های تمام سطرها. بعد میگم خب تکلیفم تو ستون چیه؟ کدوم ستون؟ باز آدرس داده جی ستون، از یک تا هشت، منم هشت تا ستون دارم، درایه های تمام ستون ها. یعنی من برم تو ماتریسم تمام سطرها و ستون هاشو جمع کنم، خب این میشه جمع کل درایه ها. پس سوال از من خواسته جمع کل درایه ها رو به دست بیارم. قبل از اینکه بخوام سوال رو حل کنم، برمیگردم اینجا یه چیزی رو به شما نشون میدم که تو حل این تست بهتون خیلی کمک میکنه. بچه ها ماتریس من 3 در 3، تو ماتریس 3 در 3 من کلن 9 تا درایه وجود داره، 3 ضرب بر 3 میشه 9. تو ماتریس 3 در 3 من چند تا آی و جی داریم که آی و جیشون با هم مساویه؟ 3 تا. ببین مثلا بی آی جی، بی 1 1، بی 2 2، بی 3 3. فقط تو این 3 تان که اندیس آی و جی با هم مساویان، تو بقیه شون دیگه اندیس آی و جی با هم مساوی نیستن. پس نتیجه میگیرم در ماتریس های مربعی 2 در 2 فقط 2 تا عنصرن که اندیس آی و جیشون برابره، اونایی که رو قطرن. تو 3 در 3 فقط 3 تان، تو 4 در 4 فقط 4 تان، تو 5 در 5 فقط 5 تان، همینجوری میریم جلو. حالا من این 3 در 3 رو اینجا براتون مینویسم. ببین B1 1 B1 2 B1 3 B2 1، سطر 2 رفتیم ها، سطر شمارش تغییر کرد شد 2، B2 2 B2 3 B3 1 B3 2 B3 3. فقط این 3 تان که اندیس آی و جیشون با هم برابره. پس تو ماتریس تست ما که 8 در 8 فقط چند تان؟ 8 تان که آی و جیشون با هم برابره. ماتریس 8 در 8 چند تا درایه داره؟ 64 تا درایه داره. از این 64 تا درایه فقط 8 تاشون آی و جیشون با هم مساویه. اگر از 64 اون 8 تا رو بردارم، 56 تاشون آی و جیشون مساوی نیست. یعنی چی؟ یعنی اگر الان من ماتریس آ رو 8 در 8 در نظر بگیرم، اینایی که اینجا رو قطرن میشن A1 1 A2 2 A3 3 تا A8 8، اینا آی و جیشون با هم مساویه، اما بقیه شون دیگه آی و جیشون مساوی نیست. سوال گفته وقتی آی و جی مساوی نیست 1 بذار. چند بار 1؟ 56 تا 1 داریم که چون گفته جمع کن، جمعشون میشه چی؟ میشه 56. حالا گفته اگر آی با جی مساوی بود، 1 به روی آی 2 به اضافه جی رو پیدا کن. من باید 8 بار این رو پیدا کنم. شروع میکنم، 1 به روی 1 به اضافه 1 میشه 1 دوم، 1 به روی 4 به اضافه 2 میشه 1 ششم، 1 به روی 9 به اضافه 3 میشه 1 دوازدهم، 1 به روی بعدی 4 4 16 به اضافه 4 میشه 1 بیستم، 5 5 1 به روی 25 به اضافه 5 میشه 1 سیوم،
شیش یک به روی 36 به اضافه 6 میشه 1/42. 7 یک به روی 49 به اضافه 7 میشه 1/56. 8 یک به روی 64 به اضافه 8 میشه 64 رو با 8 جمع کنیم 72 میشه 1/72. حاصل اینا رو میذارم x، جواب تست من میشه جمع همه درایه ها، یعنی x به اضافه 56 که میذارم به عهده خودتون گزینه رو به دست بیارید. یه نگاه بهش بندازید. بریم بعدی. مجموع درایه های ستون دوم این ماتریس کدام است؟ ماتریس چند در چنده بچه ها؟ 4/3. خب من فقط با ستون دوم کار دارم، 4 سطر دارم، 3 ستون. این میشه ستون 1، ستون 2 و ستون 3. دیگه همه رو نمی نویسم. 4 سطر دارم، ستون 2. اگه اسم ماتریس رو بذارم آ، اینجا آمون در سطر 1 ستون 2، آمون در سطر 2 ستون 2، آمون در سطر 3 ستون 2 و در نهایت آمون در سطر 4 ستون 2. چون سوال گفته جمع درایه های ستون دوم رو پیدا کن، من فقط ستون دوم رو نوشتم. حالا هر عنصر از این رابطه به دست میاد، هر عنصر باید آی رو به توان 2 برسونیم، منهای جی کنیم. من دونه دونه براتون پیدا میکنم که اگر در شروع گیری دارید گیره برطرف بشه. مثلا اینجا طبق دستور 1/2 منهای 2 میشه -1. اینجا 2/2 منهای 2 میشه 2. اینجا 3/2 منهای 2 میشه 7. اینجا 4/2 منهای 2 میشه 14. حالا باید جمع کنم، 2 - 1 میشه 1، با 7 میشه 8، با 14 میشه 22 و جواب تست میشه گزینه 4. یک مفهوم ابتدایی به عنوان ماتریس رو معرفی کردیم، ازش چند تا تست حل کردیم. امیدوارم تا اینجا تستا رو خوب فهمیده باشید. یه چند لحظه به این نگاه کنید. بریم تست بعدی. یه ماتریس بهمون داده، حالا اینجا عکس سوال قبله، گفته کدام یک از تعاریف زیر مشخص کننده این ماتریسه. من بهتون 3 دقیقه وقت میدم همه گزینه ها رو تحلیل کنید. شروع کنید.
خب بریم سراغ گزینه ها. دو جور میتونیم به این تست جواب بدیم، یکی اینکه گزینه ها رو چک کنیم و بعد ببینیم کدوم گزینه میشه جوابمون، یا یه راه حل سریع‌تر که بعداً بهش اشاره میکنم. من برای اینکه فعلا تو موضوع قوی بشید توی تشخیص یک ماتریس از رو عنصر عمومی، راه سخت‌تر و طولانی‌تر رو انتخاب میکنم که شما براتون تمرین بشه. خب اما بعداً بهتون یه راهی یاد میدم که خیلی سریع بتونید گزینه درست رو بزنید. توی اولی گفتیم قالب ماتریسمون چون 3 در 3 میشه A11, A12, A13، درایه سطر 2 ستون 1، سطر 2 ستون 2، سطر 2 ستون 3، سطر 3 ستون 1، سطر 3 ستون 2 و سطر 3 ستون 3. اینجا گفته آی کوچیکتر از جی رو بذار آی به اضافه 1. آی کوچیکتر از جی اینجاها که بچه آی و جی مساوی بود، آی کوچیکتر از جی یعنی این بالاها، گفته اینو چی بذار؟ بذار آی به اضافه 1. آی به اضافه 1 2، آی به اضافه 1 اینجا شد 2. در همین ابتدا گزینه 1 نقض میشه، چون تو ماتریس ما این درایه باید 3 باشه. میرم سراغ گزینه 2. گفته آی و جی مساوی بودن، آی به اضافه 1 تعریف کن. خب آی و جی مساوی بودن، آی به اضافه 1 میشه 2 3 4. آی از جی بزرگتر بود، یعنی این پایین، جی منهای آی تعریف کن، 1 منهای 2 میشه -1. پس گزینه 2 مونم رد شد، چون من اینجا -1 ندارم. میرم سراغ گزینه 3. میگه وقتی آی از جی بزرگتره، آی از جی بزرگتره چی تعریف کن؟ جی رو منهای 1 کن، جی منهای 1 میشه چی بچه ها؟ آی از جی بزرگتره، جی منهای 1 میشه 0. مثلا من تو این درایه جی منهای 1 چون 1 منهای 1 به 0 میرسم، پس گزینه 3 هم رد میشه، جواب تستم میشه گزینه 4. حالا میتونم گزینه 4 رو برات بسازم. آی از جی بزرگتر، یعنی اینجاها جی رو با آی جمع کن، جمع اینا میشه 3، جمع اینا میشه 4، جمع اینا میشه 5. پس من 3 4 5 رو اینجا مینویسم. آی کوچیکتر مساوی جی، یعنی بقیه درایه ها، جی رو با 1 جمع کن. پس من تو بقیه جی رو با 1 جمع میکنم، میشه 2 3 4. جی رو با 1 جمع میکنم میشه 3 4. جی رو با 1 جمع میکنم دوباره به هم 4 میده. الان اگه نگاه کنید ستون سوم همه عناصر 4 هست، 3 3 5 داریم و 2 3 4. پس جواب تستمون میشه گزینه 4. یه نگاه بهش بندازید. امیدوارم فهمیده باشید. بریم مطلب بعد. ماتریس های مربعی توضیح دادیم راجبش، بخونیم. تصویر رو نشون بدید. اگر در یک ماتریس تعداد سطرها و ستونها مساوی باشد، آن را ماتریس مربعی میگویند. در این حالت اگر یک ماتریس مربعی مانند آ n در n باشد، میگوییم آ یک ماتریس مربعی از مرتبه n است. سربالا یعنی چی؟ یعنی من دیگه نمیگم آ 3 در 3 است، میگم آ ماتریسی است از مرتبه 3. این یعنی دارم به تو اطلاعات میدم، جمله‌ام خبریه. وقتی یه دونه اندیس دارم به کار میبرم، آ ماتریسی است مربعی از مرتبه 3، یعنی حتما مربعی 3 در 3. یا وقتی میگم آ ماتریسی است از مرتبه 3، یعنی ماتریس هم مربعی 3 در 3. یه صفحه بریم جلو ادامه بدیم توضیحات رو.
نه برگردیم، من میخوام توضیحات رو ادامه بدم. مجموعه ماتریس های مربعی از مرتبه N رو با این نماد نشون میدیم که خیلی اهمیتی نداره. در ماتریس های مربعی درایه های A11، A22، A33 تا ANN در ماتریس مربعی A درایه های روی قطر اصلی نام دارن. یه دقیقه سر بالا باشه. این چیزی که من اینجا تو صفحه خالی میخوام بنویسم شما بعدا باید توی این توجه یاد داشتش کنید. یه صفحه خالی به من بده. خب با یک ماتریس 3x3 شروع میکنم. عنصر عمومی رو تعریف میکنم AIJ. در ماتریس های مربعی وقتی آی با جی مساویه، یعنی اینجاها میگیم آی جی روی قطر اصلی قرار دارد. پس این رو بهش میگیم قطر اصلی ماتریس، این رو بهش میگن قطر فرعی ماتریس که حالا بعداً راجع بهش صحبت میکنم. وقتی آی از جی کوچیکتره، یعنی اینجاها میگیم آی جی بالای قطر اصلی ماتریس قرار دارد. هست ماتریس های مربعی جای درایه ها خیلی خوشگل با هندسه‌شون مشخص میشه. وقتی آی از جی بزرگتره چی میگیم؟ میگیم آی جی پایین قطر اصلی قرار دارد. روی قطر اصلی، بالای قطر اصلی، پایین قطر اصلی. حفظش هم نمیخواد بکنیم، خیلی واضحه. یه نگاه بهش بندازید، این رو باید تو توجه جزوه یادداشت کنید. خب پس این توضیحاتی بود که ما راجع به ماتریس مربعی دادیم. بریم سراغ جزوه. توجهمون هم که گفتیم، اینجا زحمت میکشید اون تخته رو مینویسیدش. ماتریس سطری به چه ماتریسی میگیم؟ دقت کنید، ماتریس هایی را که فقط یک سطر دارن ماتریس سطری یا بردار سطری مینامند. مثلا ما به این ماتریس میگیم یک ماتریس سطری 1x1. دقت کن، یه سطر داره، 1, 2, 3, 4 n تا ستون داره. پس من این پایین، شما همین تصویر رو داشته باشید فعلا، این پایین مینویسم 1x n. ماتریس ستونی رو تعریف کنیم. ماتریس ستونی ماتریسی است که فقط یک ستون داشته باشد. به ماتریس های ستونی بردار ستونی هم میگیم. مثلا این ماتریس الان ماتریس ستونیه، یه دونه ستون داره، M تا سطر داره، بهش میگیم ماتریس ستونی M1. حالا یه مثال میزنم، مثلا ماتریس آی سطری مثال میزنم، 2-6 رادیکال 2 0 که میشه 1x4، و یه ماتریس بی ستونی مثال میزنم، 0, 0, 5 بهش میگیم 3x1 ستونی. خب امیدوارم که تا اینجا درک کرده باشید مبانی ماتریس رو و اینکه ماتریس سطری و ستونی و مربعی به چه ماتریس هایی گفته میشه. ماتریس 0 نگاه کنید. اگه ماتریسی همه درایه هاش 0 باشه، همه سور عمومیه 0 باشه، بهش میگیم ماتریس 0 با این نماد نشون میدیم. تعریف ریاضی برای هر آی و جی دلخواه، آی جی 0ه،
یعنی ماتریسمون باید تمام درایه های صفر باشه. من چند تا ماتریس صفر اینجا می نویسم، مثلا ماتریس صفر 2x3 دو تا سطر داره، سه تا ستون. مثلا ماتریس صفر 2x2 مثلا ماتریس صفر 3x1 پس ماتریس صفر میتونه ماتریس مربعی باشه اما لزوماً نه. پس ماتریس صفر ممکن است مربعی باشد اما نه لزوماً. یه نگاه بهش بندازید. خب ادامه بدیم. پس تا اینجا با ماتریس صفر، سطری، ستونی، اصلا خود مفهوم ماتریس و ماتریس مربعی آشنا شدیم. تیترمون چیه؟ چند ماتریس مربعی مهم. یعنی من هر چی اینجا میگم ماتریسم باید مربعی باشه. شماره یک، ماتریس قطری. بچه‌ها این ماتریس‌ها رو نگاه کنید، چون همشون مربعیان قطر اصلی دارن. من دور قطر اصلیشون خط میکشم. این مرتبه 4، مرتبه 3، مرتبه 3 و مرتبه 2. چه ویژگی مشترکی بینشون وجود داره دوستان؟ درایه‌های خارج قطر اصلیشون صفرن. یعنی چی؟ یعنی برای هر آی و جی دلخواهی که آی مخالف جی باشه، چون اگه آی مساوی جی باشه که ما رو قطر اصلی بایستادیم، آی جی باید صفر باشه. فارسی این یعنی درایه های غیر واقع بر قطر اصلی صفرن. حواست باشه درایه های روی قطر اصلی میتونن صفر باشن، بعضی هاشون صفر باشه یا اصلا صفر نباشن. پس ما محدودیتی برای درایه های روی قطر اصلی تو ماتریس قطری نداریم. فقط این موضوع مهمه که درایه های خارج روی قطر اصلی همگی باید صفر باشن. یه نگاه بهش بندازیم. همینجور که نگاهش میکنید من زیر این جمله رو خط بکشم. بریم ماتریس دوم، ماتریس اسکالر. باز مربعیه. من یه ماتریس ای هم اینجا اضافه میکنم خودم. الان شاید پیش خودتون بگید چرا اسمش عوض شد؟ اینا که همه قطری هن. اینجا رو نگاه کن. بله تمام این پنج ماتریسی که من اینجا رو رسم کردم قطری هن. اما فرقشون با ماتریس قطری چیه؟ بچه یه دقیقه صفحه قبل رو من بدید. ببین قطری بود درایه هاش چی بود؟ منفی 1، 0، 7. این قطری بود درایه هاش چی بود؟ A, B, C, D. این یکی قطریه درایه هاش چیه؟ 2، 0. صفحه بعد رو به هم بده. این اسکالره. درایه های روی قطر هستی 1، 1، 3، 3، 3. یه درایه 2، تمامشون A، تمامشون 0. حالا فهمیدیم ماتریس اسکالر ماتریسی است قطری که تمام درایه های روی قطر اصلیش با هم مساویه. تمام درایه های روی قطر اصلیش با هم برابره. به این ماتریس میگیم ماتریس اسکالر. پس ماتریس 0 اگه مربعی باشه هم قطری به حساب میاد هم اسکالر. من میتونم این رو بنویسم.
ماتریس صفر به شرط مربعی بودن هم قطری است هم اسکالر. درست شد؟ بریم صفحه بعد. ماتریس واحد یا همانی، نگاش کنید چقدر شبیه ماتریس اسکالره. یه جور قطریه که درایه های روی قطر اصلیش با هم مساوی هن. تفاوتش با ماتریس اسکالر چیه؟ در ماتریس اسکالر درایه های روی قطر اصلی فقط باید با هم مساوی باشن، در ماتریس واحد درایه روی قطر اصلی باید مساوی و برابر یک باشن. بهش میگن آی ماتریس واحد یا همانی، با این نماد نشون میدن. وقتی میخونیم آی دو، این یعنی ماتریس واحد از مرتبه دو، این یعنی ماتریس واحد از مرتبه سه، این یعنی ماتریس واحد از مرتبه چهار. پس در حالت کلی IN یعنی ماتریس واحد از مرتبه N. یه نگاهش بندازید. داریم راجع به ماتریس های قطری بچه ها صحبت میکنیم، ماتریس های قطری و زیر مجموعه هاشون. نگاه کنیم اینو. خب بریم بعدی. ماتریس بالا مثلثی، نگاه کنید، این ماتریسی که لزوماً قطری نیستش، بچه صفحه رو من خودم عوض میکنم، مرسی. بالا مثلثی به ماتریسی میگن که درایه های پایین قطر اصلی همگی صفر باشند. درایه های پایین قطر اصلی صفر باشند میگیم بالا مثلث. سایر درایه ها می توانند صفر باشند اما نه لزوماً، یعنی الزامی برای صفر بودن بقیه درایه ها وجود نداره. ببین میگی ماتریس چی؟ بالا مثلثی زیر قطر اصلی صفره. این ماتریس بالای قطر اصلی صفره، بهش میگیم پایین مثلثی. درایه های بالای قطر اصلی همگی صفرند. اینجا هم همون توضیح رو داریم که سایر درایه ها میتونن صفر باشن اما نلزومند. ماتریس صفر به شرط مربعی بودن، مثلا من یه ماتریس صفر مربعی بکشم اینجا، چون بالای قطر اصلی صفر میشه پایین مثلثی، چون پایین قطر اصلی صفر میشه بالا مثلثی، پس ماتریس صفر به شرط مربعی بودن هم بالا مثلثی است هم پایین مثلثی. در حالت کلی تمام ماتریس های قطری
هم بالا مثلثی‌اند هم پایین مثلثی. یه نگاه بهش بندازید. خب حالا همین ماتریس رو نگاه کن، همین ماتریسی که اینجاست رو نگاه کن. مرتم صفحه بعد ببینم نوشتمش براتون یا نه، خودم اینجا اضافه میکنم. ماتریس B 0 0 0 D 0 0 E F 0. این ماتریس پایین مثلثیه، اما پایین مثلثیه که درایه های روی قطر اصلی صفرن، بهش میگن ماتریس پایین مثلثی اکید. پس ماتریس مثلثی اکید کلا به چه ماتریسی میگیم؟ به ماتریس مثلثی میگیم که درایه های روی قطر اصلی صفرن. این شد پایین مثلثی اکید. مثلا برای این قبلی اگر ماتریس سی بخوام تعریف کنم، صفر دی ای صفر صفر اف صفر صفر صفر، به این ماتریس میگن بالا مثلثی اکید. جمله رو یادداشت کن. به هر ماتریس مثلثی که درایه های روی قطر اصلی آن صفر باشند، ماتریس مثلثی اکید گفته می شود. درست شد؟ خب چند تا ماتریس مربعی مهم بود که من توضیح دادم. البته ماتریس مربعی مهم دیگه وجود داره که از چارچوب کتابتون حذف شده. بالا مثلثی پایین مثلثی هم تو کتاب اسمش نیومده، اما ماتریساش هست، به خاطر همین من اسماشو گفتم. خب بریم سراغ بحث بعدیمون که تساوی بین دو ماتریسه. دو تا ماتریس کی با هم مساوی هن؟ دو تا شرط داره. شرط اول هم مرتبه باشن، یعنی هرگز ماتریس 2 در 3 با ماتریس 3 در 5 مساوی نمیشه. شرط دوم، اگه هم مرتبه بودن که این میشه شرط لازم، باید درایه هاشون هم نظیر به نظیر مساوی باشه. من اینجا نوشتم AIJ BIJ، یعنی درایه سطر یک ستون یک مساوی درایه سطر یک ستون یک، سطر یک ستون دو مساوی سطر یک ستون دو. در حالت کلی درایه سطر آی ستون جی باید با درایه سطر آی ستون جی ماتریس بی برابر باشه. نگاه کنید بهش. این میشه شرط تساوی دو ماتریس که امیدوارم فهمیده باشید. یه مثال داریم. برای که این مثال رو حل کنید 90 ثانیه بهتون زمان میدیم.
خب امیدوارم سوال درست حل کرده باشید. سوال گفته اگر دو ماتریس A و B مساوی باشند X و Y و Z رو پیدا کن، جفتشون مربعی مرتبه دو ان، شرط لازم برقراره. حالا باید درایه ها نظیر به نظیر مساوی باشن. یعنی چی؟ یعنی سه باید مساوی X منهای Y باشه، X به اضافه Y باید مساوی 9 باشه که اینجا یه دو معادله دو مجهول X رو به من 6 میده، Y رو به من 3 میده، و بعد 5 هم باید مساوی Z منهای 1 باشه که از اینجا Z هم 6 به دست میاد. و سوال از من X به اضافه Y به اضافه Z رو خواسته که حاصل میشه عدد 15. یه نگاه بکنید، قطعا خودتونم درست حل کرد. مرسی. جمع ماتریس ها، دو تا ماتریس کی قابل جمعن؟ شرط لازم و کافی، یعنی اگه برقرار باشه تمومه. شرط لازم میگیم تازه اگه برقرار باشه چک میکنیم ببینیم شرط های دیگه هم برقرار هست یا نه. یعنی مثلا تو تساوی دو ماتریس میگیم شرط لازم برای اینکه دو ماتریس مساوی باشن اینه که اول هم مرتبه باشن. یعنی اگه هم مرتبه نباشن اصلا دیگه بقیه‌اشو چک نمیکنه. بعد شرط بعدیش چیه؟ میگه باید درایه هاشون هم نظیر به نظیر مساوی باشن. اما شرط لازم و کافی برای اینکه بتونیم دو تا ماتریس رو با هم جمع کنیم فقط اینه که هم مرتبه باشن. یعنی همه ی ماتریس های هم مرتبه قابل جمع کردن هستن. چجوری جمعشون میکنیم؟ درایه ها رو نظیر به نظیر جمع میکنیم. 90 ثانیه وقت دارید این سه تا جمع رو به دست بیارید. خب ببینیم، چک کنیم جوابمونو با هم. 3 و 1 4 6 و 5 11، این با این جمع شد، این با این جمع شد، این با این جمع میشه. جمع این دوتا میشه 16، جمع این دوتا میشه 7. بریم سراغ بعدی. 2 در 3 2 در 3، جمع میشه 6 6 3، بعدی میشه 5 7 5. 3 در 2 3 در 2، ماتریس صفر خودشو بهمون میده. چه نتیجه میگیریم؟ ماتریس صفر در عمل جمع ماتریس ها عضو خنثاست. در جمع ماتریس ها ماتریس صفر که اینجوری هم نشونش میدیم عضو خنثاست. یعنی هیچ تغییری تو خود ماتریس به وجود نمیاره.
ضرب عدد حقیقی در ماتریس، یه ماتریس دارم میخوام یه عدد توش ضرب کنم، مرتبهش تغییر نمیکنه، تمام درایه ها تو اون عدد ضرب میشن. یعنی چی؟ مثال رو نگاه کن. اول توضیح ریاضی گفتیم هر ماتریس دلخواهی رو میتونیم توی عدد ضرب کنیم، کافیه اون عدده رو ببریم تو تمام درایه هاش ضرب کنیم، عدده رو ببریم توی تمام درایه ها ضرب کنیم. ماتریس آ دارم میخوام سه آ پیدا کنم، میشه 6 9 12 همشون دارن ضرب بر 3 میشن. سطر دو هم همینطور، 3 6 منفی 3. فکر نمی کنم نیاز باشه بررسی خاصی روش داشته باشید. قرینه ماتریس، اگه تمام درایه های یک ماتریس رو، یا اگر کلن یک ماتریس رو در منفی یک ضرب کنیم، یعنی عدد منفی یک باشه، ماتریس حاصل رو بهش میگن قرینه ماتریس. الان قرینه ماتریس میشه منفی 5 منفی 7 2 منفی 3 0 6 1 و منفی 11. کاملا واضحه که هر ماتریس اگر با قرینش جمع بشه، ماتریس حاصل رو بهش میگن ماتریس صفر. هر ماتریسی که با قرینش جمع بشه ماتریس صفر رو تولید میکنه. درست شد؟ خب بریم ببینیم عنوان بعدیمون رو. میخوام راجع به خواص مهم جمع ماتریس ها و ضرب عدد در ماتریس صحبت کنیم. جمع ماتریس ها خاصیت جابجایی داره، جمع ماتریس ها خاصیت شرکت پذیری داره، جمع ماتریس ها عضو خونسا داره، جمع ماتریس ها عضو قرینه داره. عدد آ رو اومدیم تو جمع یا تفاضل دو ماتریس ضرب کردیم. مثلا فرض کنیم ماتریس آ دارم یا ماتریس بی، اومدم آ به اضافه بی رو سه برابر کردم. میتونم این کارو بکنم، میتونم سه آ رو پیدا کنم، سه بی رو هم پیدا کنم، بعد با هم جمعشون کنم، تفاوتی تولید نمیشه. پنج برابر ماتریس آ رو با سه برابر ماتریس آ جمع کردم، میتونم از ماتریس آ فاکتور بگیرم، کلن 8 برابر ماتریس آ رو به دست بیارم، تفاوتی نمی کنه. اگر مضربی از ماتریس آ با همون مضرب از ماتریس بی برابر باشه، یعنی اگر مثلا ماتریس سه آ با ماتریس سه بی برابر باشه، قطعا ماتریس های ای و بی با هم مساوی هن، به شرط اینکه اون عدد صفر نباشه. چرا؟ من یه ماتریس آ اینجا می نویسم 2 1 3 4 5 منفی 2، یه ماتریس بی اینجا می نویسم هم مرتبه با آ 1 2 3 4 5 6. بدیهیه که دو تا ماتریس ای و بی مساوی نیستن، اما اگه عددی که من دارم توشون ضرب می کنم صفر باشه، صفر ضرب در آ با صفر ضرب در بی برابره. چرا؟ چون این داره به من ماتریس صفر رو میده، اینم داره به من ماتریس صفر رو میده، اما دو تا ماتریس ای و بی با هم مساوی نیستند. عکسش اما همیشه برقراره. اگر ماتریس های ای و بی مساوی باشن، هر مضربی از آ با هر مضربی از بی مساوی خواهد بود. ویژگی ها خیلی ویژگی های عجیبی نیست، توی کتاب اشاره شده بهش، ما هم اینجا راجبش صحبت کردیم. یه سوال داریم، گفتیم برای ماتریس های B و C از این تساوی ماتریس X رو پیدا کنید. سه دقیقه وقت داری تحلش کنید. من میخوام آب میخوام.
خب بریم حل کنیم با هم. یه معلوم مجهول کنیم چون ماتریس X رو میخواییم. 2X رو میبرم اون بر، 2 برابر ماتریس X، 2B میاد این بر، میشه 2 تا B، منهای 2 تا C. ساده شو میکنم به 2، پس ماتریس X میشه ماتریس B منهای C. حالا ماتریس های B و C رو تشکیل میدیم. گفته آی و جی رو با هم جمع کن، ماتریس 2 در 2ه، میشه بی 1 1، جمع آی و جیش میشه 2، بی 1 2 جمعش میشه 3 1 2، 2 1 جمعش میشه 3، 2 2 جمعش میشه 4. حالا میخوایم ماتریس سی رو پیدا کنیم. 1 1 آی 2 منهای جی 2 میشه 0، آی و جی با هم مساوی هن. پس تو 2 2 هم آی 2 منهای جی 2 میشه 0. 1 2 دارم اینجا، دقت کن، اینجا 1 2 دارم، میشه 1 به توان 2 منهای 2 به توان 2، میشه منفی 3. 2 1 دارم، میشه 2 به توان 2 منهای 1 به توان 2، میشه 3. حالا این دوتا رو اصلا کم میکنم، کم کردن دوتا ماتریس هم اینه جمعشونه دیگه، انگار دارم یه ماتریس رو با قرینه اون یکی جمع میکنم. 2 منهای 0 2، 3 منهای منفی 3 6، 3 منهای 3 0، 4 منهای 0 4. این شد ماتریس ایکسمون. تمام، صفحه بعدی لطفا. ضرب ماتریس سطری در ماتریس ستونی. میخوایم وارد بحث بسیار مهم ضرب دو ماتریس بشیم. در ابتدا یاد میگیریم که یک ماتریس سطری در یک ماتریس ستونی چجوری ضرب میشه. خوب گوش کن. ماتریس سطری 1 در n قرار در ماتریس ستونی n در 1 ضرب شه. اون باید n تا ستون داشته باشه، این باید n تا سطر داشته باشه، یعنی تعداد ستون‌های ماتریس، اگه من بخوام این دوتا رو ضرب کنم، اینو بگم اولی اینو بگم دومی، اول یا اولی باید مساوی باشه با تعداد سطرهای ماتریس دوم. دارم بنویسم اول. خب چجوری ضرب میشه؟ درایه ها رو اینطوری ضرب میکنیم، اولین عنصر این تو اولین عنصر این ضرب میشه. ببین نوشتم A11 ضرب در B11، دومین عنصر این تو دومین عنصر این ضرب میشه. نوشتم A12 در B21، انومین عنصر این تو انومین عنصر این ضرب میشه. حاصل رو جمع میکنیم به همون یک عدد حقیقی میده. یه نگاه بهش بنداز. خب حالا بریم یه مثال عددی حل کنیم. اینجا من یه مثال عددی براتون بزنم، فکر کنم البته مثال عددی رو اینجا نوشته باشم. بله، من میخوام ماتریس سطری A رو تو ماتریس ستونی B ضرب کنم. درایه اول تو اولی ضرب شد، -1 ضرب در -2، حاصلش میشه 2. -2 ضرب میشه تو 3، حاصلش میشه -6. 0 ضرب میشه تو 7، حاصلش میشه 0. 3 ضرب میشه تو -1، حاصلش میشه -3. -5 ضرب میشه تو -2، حاصلش میشه -10. جمع میکنیم 12 منهای 9 میشه 3. یه نگاه بهش بندازی. مرسی. خب
حالا دقت کن. اینجا گفتم، اینجا که ضرب ماتریس ها رو توضیح دادم سطری در ستونی، ازش نتیجه گرفتم. گفتم با توجه به تعریف فوق، حاصل ضرب یک ماتریس سطری در یک ماتریس ستونی یک عدد حقیقی است که برای به دست آوردن آن به این فرم عمل میکنیم. که من اون موضوعی رو که اینجا با اندیس نشون دادم دونه دونه فارسی هم نوشتم براتون، مثال رو هم که حل کردیم. حالا میخوایم ضرب ماتریس ها رو در حالت کلی با هم بررسی کنیم که فوق‌العاده مهمه، فوق‌العاده مهمه. خوب گوش کنید. تعریف: اگر A یک ماتریس M در N باشه، تعداد ستوناش N، و B ماتریس N در P باشه، پس تعداد ستونهای اولی باید با تعداد سطرهای دومی برابر باشه تا ضرب دو ماتریس تعریف بشه. در این صورت حاصل ضرب A در B ماتریسی است M در P داریم تعریف میکنیم، پس مرتبه ماتریس ضرب سطر از اولی انتخاب میشه، ستون از دومی. پس من اینا رو یه دقیقه یادداشت کنم که شما جا نمونید. شرط لازم و کافی برای وجود آی که ام در ان در بی که کا در پیه چیه؟ اینه که ان مساوی پی باشه، عذر میخوام، ان مساوی کا باشه. یعنی تعداد ستونهای اولی با تعداد سطرهای دومی برابر باشه. تعداد ستونهای اولی با تعداد سطرهای دومی برابر باشه. در این صورت A ضرب در B اگر بشه ماتریسی مثل C که این M در N و این K در P، C مون مرتبه چی میشه؟ C مون مرتبه میشه M در P، یعنی سطر از اولی انتخاب میشه و ستون از دوم. یه نگاه تا اینجا بندازید. خب اینا رو خیلی توضیح نمیدم چون شاید اذیتتون کنه. با یه مثال شروع میکنم که ضرب براتون جا بیفته. ماتریس آمون 2 در 1، 2 در 2ه، عذر میخوام، ماتریس بیمون هم 2 در 2ه، پس این شد 2 در 2، این هم 2 در 2. قابل تعریفه A ضرب در B؟ چرا؟ چون تعداد ستونهای اولی با تعداد سطرهای دومی برابر. ماتریس ضربشون هم باید 2 در 2 باشه، یعنی باید 2 تا سطر داشته باشه، 2 تا ستون. چجوری ضرب میکنه؟ سطر از اولی انتخاب میشه، ستون از دومی. پس من انگار دارم یه ماتریس سطری رو توی یه ماتریس ستونی ضرب میکنم. اولی در اولی، دومی در دومی، حاصلش رو جمع میکنم، بالا مینویسم 2 ضرب در 3 به اضافه 1 ضرب در -2، حاصل میشه 4. 4 رو باید کجا بذارم؟ سوالم اینه. چی رو انتخاب کردم؟ سطر 1 و ستون 1 رو. پس 4 جاش میشه سطر 1 ستون 1، یعنی اینجا شد 4. حالا ستون 2 رو انتخاب کردم، همچنان سطر 1 سطر 1 ستون 2، پس عددی که به دست میاد بعد اینجا بشینه در سطر 1 و ستون 2. چجوری به دستش میارم؟ 2 ضرب در 6 به اضافه 1 ضرب در 0، حاصل 12، میشینه اینجا.
من تونستم سطر اول ضرب رو به دست بیارم. پس برای به دست آوردن سطر اول ضرب من فقط سطر یک رو تو کل ماتریس دوم ضرب میکنم. حالا میخوام سطر دوم ضرب رو به دست بیارم. سطر دو یه بار تو ستون یک ضرب میشه میاد اینجا، یه بار تو ستون دو ضرب میشه میاد اینجا. دیگه اینجوری نمی نویسمش. 4 ضرب بر 3 12، 5 ضرب بر منفی 2 منفی 10، 12 منهای 10 2. 4 ضرب بر 6 24، 5 ضرب بر 0 0، حاصل 24. این شد ماتریس آ ضرب در ب. حالا با همون آ و ب میخوام ب ضرب در آ رو هم به دست بیارم. شما یک دقیقه وقت دارید ب ضرب در آ رو به دست بیارید. خب بریم به ضرب بر آ رو به دست بیاریم. سطر یک ستون یک ضرب 6 24 جمع 30، سطر یک ستون دو 3 30 33، سطر دو ستون یک منفی 4 0 منفی 4، سطر دو ستون دو منفی 2 0 منفی 2. یه نگاه بهش بندازید. چه نتیجه گرفتیم بچه ها؟ ضرب دو ماتریس خاصیت جابجایی ندارد، یعنی در حالت کلی ضرب آ و ب با ضرب ب و آ مساوی نیست. ممکنه مساوی بشه اما نه لزوماً. پس اگر من بنویسم آ ضرب در بی مساوی بی ضرب در آ، گزاره من ارزشش نادرسته، چون تونستم براش مثال نقض ارائه بدم. پس در حالت کلی دوستان ضرب ماتریس ها خاصیت جابجایی نداره. بعد میخوایم ازش کلی نتیجه بگیریم. ما میریم سراغ بعدی. ماتریس آمون یک ماتریس 2 در 3 و بیمون یک ماتریس 3 در 1. میخوایم آ ضرب در ب رو تعریف کنیم. آیا قابل تعریفه؟ بله. چرا؟ چون تعداد ستونهای اولی 3 تاست، تعداد سطرهای دومی هم 3 تاست، پس ضربشون قابل تعریف. خب ماتریس نهایی یعنی ماتریس حاصل ضربمون چند در چنده؟ گفتیم سطر از اولی انتخاب میشه، ستون از دومی. پس ماتریس نهایی باید 2 در 1 باشه، یعنی 2 تا سطر داره با یه دونه ستون. ضرب میکنم اولی رو تو اولی ضرب میکنم. یه بار دیگه دونه دونه توضیح میدم. 1 در 5، 3 در منفی 2،
6 در 9 جمع کن. 5 منهای 6 منفی 1 با 54 میشه 53. بعدی رو دیگه سریع انجام میدیم. 10 و 2 12، 12 و 45 57. ماتریس 2 در 1. 10 و 2 12، 12 و 45 57. سوال دارم. آیا به ضرب در آ قابل تعریف است؟ پاسخمون چیه؟ خیر. چرا؟ بیمون چند در چند 3 در 1؟ تعداد ستونهای اولی 1 مساوی نیست با تعداد سطرهای دومی که 2. نتیجه اگر آ ضرب در ب قابل تعریف باشد، ب ضرب در آ لزوماً قابل تعریف نیست. ممکنه قابل تعریف باشه اما نه لزوماً. یه نگاه بهش بندازیم. خب بریم صفحه بعد. توی قسمت 3 من ماتریس آ و ب رو تعریف کردم، میخوام آ ضرب در ب و ب ضرب در آ رو به دست بیارم. شما برای به دست آوردن این دوتا ضرب 2 دقیقه زمان دارید. ضرب میکنم. 0 0 جمعشون 0، 0 0 جمعشون 0، 0 0 ضربشون شد ماتریس 0. به ضرب در آ رو پیدا میکنم. 0 بعدی 0 بعدی 36 و بعدی 0. این ماتریس ها صفر نشد. نتیجه اگر ضرب دو ماتریس صفر بشه، حق نداری نتیجه بگیری که یکیشون حداقل صفر بوده. میبینی نه ماتریس آ صفره نه ماتریس بی صفره، اما ضربشون صفر شد. اگر ضرب دو ماتریس صفر باشه مثل آ و ب، نمیتونی نتیجه بگیری که ب ضرب در آ هم حتما صفره. این خطی که روش میکشم یعنی نمیشه نتیجه گرفت.
داریم سعی میکنیم یه سری نکات مهم رو با حل مسئله برای شما جا بندازیم. بریم بعدی. شروع کنید این سوال رو حل کنید. خب باز پشت این مثاله بچه ها یه موضوعی وجود داره که تو حل مسئله ها ما باید بهش توجه کنیم. دقت کن، دو تا من اینجا سه تا ماتریس براتون آوردم، A و B و C. یک بار A ضرب در B رو پیدا کردم یا میخوام پیدا کنم، یه بار A ضرب در C رو، ضربشون رو انجام میدم سریع، میشه 4 و 4 8، 4 و 2 6، بعدی 2 و 2 4 و بعدی 2 و 1 3. این شد آ ضرب در بی. میرم سراغ بی ضرب در آ. 8 بعدی 6 بعدی 4 و بعدی 3. چی شده؟ آ ضرب در بی و آ ضرب در سی با هم مساوی شدند، اما ماتریس های بی و سی با هم مساوی نیستند. یعنی چی؟ یعنی در ضرب ماتریس ها قاعده حذف وجود نداره. قاعده حذف در ضرب ماتریس ها برقرار نیست. دقت کن یعنی چی؟ یعنی اگر آ ضرب در بی تو با آ ضرب در سی برابر شد، تو حق نداری بگی بی و سی هم با هم مساوی بودن. داریم میبینیم الان درک شهودی، مثال نقض داریم براش میاریم. ماتریس های بی و سی لزوما مساوی نیستن، ممکنه مساوی بشن، اما چون کلیت نداره نمیتونیم به عنوان یه گزاره درست بپذیریمش. بریم بعدی. یه ماتریس آ داریم، از شما میخوایم توان دوم و توان سوم این ماتریس رو پیدا کنید. برای پیدا کردن توان دوم کافیه ماتریس رو تو خودش ضرب کنید، برای پیدا کردن توان سوم یا خود ماتریس رو تو توان دو ضرب کن یا توان دو رو تو خودش ضرب کن. 3 دقیقه وقت داری.
خب دو تا ماتریس مثلثی اکید داریم، یعنی یه ماتریس مثلثی اکید داریم دو تا، نه اینو میخوایم تو هم ضربش کنیم، تو خودش ضرب کنیم. ضرب میکنم میشه 0 0 0، بعدی میشه 0 0 0، آخری چی میشه؟ آخری میشه 36 0 0. این شد توان دومون. حالا میخوایم آ رو تو آ دو ضرب کنیم. آ رو که نوشتم، آ دو رو مینویسم، ضرب میکنم، اولی صفر، دومی هم صفر، سومی هم صفر. شد ماتریس صفر. حالا نتیجه رو نگاه کن. اگر آ به توان دو، حالا من اینجا آ به توان سه می نویسم، شما گیج نشید، صفر شه، شما حق نداری بگی آ صفر بوده یا آ به توان ان مثلا آ به توان دو صفر بوده. آها، من فکر میکنم که باید پاکان رو انتخاب میکردم. فکرم خیلی اومدم عقب، باید برم جلو. آها، اینو درستش کنم. در حالت کلی اگر آ به توان کا صفر باشه، شما حق نداری بگی آ به توان ام تم صفره، ام های کوچکتر از کا. پس مثلا اگر آ دو تو صفر شد، مثلا اینجا که صفر نشده، تو حق نداری بگی آ صفره. درست شد؟ خب تا اینجا ما ضرب ماتریس ها رو مبانیش رو یاد گرفتیم. تمرین ما تا قسمت 5 حل شده. قسمت های 6 7 8 9 10 کام کلی کار براتون گذاشتیم بمونه. 11 12 13 فکر میکنم آخریش باید 15 باشه، فکر میکنم. بله، تا انتهای قسمت 15 رو شما حل میکنید خودتون. جلسه بعد ما میخوایم ادامه بدیم. هر آنچه که میتونید ازش نتیجه بگیرید و میگیرید. درست شد؟ تا ببینیم چقدر تو ضرب مهارت پیدا کردید و چقدر قدرت نتیجه گیریتون بالا رفته. خسته نباشید، تا جلسه آینده به خدای بزرگ میسپارمتون. شاد و سرحال باشید. خدا نگهدار.